سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدی به مدبس. فرزاد هستم به همراه آنیتا. بریم سراغ ترک اینو بفهم از بهرام و عرفان. با ما همراه باشید. در ادامه فیتای خفنی که شما پیشنهاد داده بودین، امروز رفتیم سراغ عرفان و بهرام. ترک اینو بفهم که نمیدونم دقیقاً چند سال پیش اومده بودین. خیلی من نمیدونم ولی فکر میکنم بالای 10 سال باید باشه. آره. بالای 10 12 سال حتی نمیدونم. اینجوری که گفته بودین قدیمیه ولی نمیدونم اصلا کی اومده، چی بوده داستانش. ببینیم اصلا چیه دیگه. برو بریم. دستات رو به من باز بشه بیشتر، تا گوشتو بدی یا بدونی که نیستم. چیزی که فکر میکنی تو واسه خودت یه کوه ساختی و فکر میکنی واسه تو. ببین سینه سپره و شمشیر قلم، تا روحم آزاد شه از زنجیر تنم. بذار بارون بباره تو بیابون قلبم، یه ذهن شلوغ توی خیابون خلبم. من یه عقرب دارم که اسمش زبونه، اگه نیش نخوردی بدون حسش نبوده. من فکرم این دیسه نمیدونم یا کلی داره میگه. کلی داره میگه که یه عقرب دانستش زبونه، اگه نیش نخوردی حسش نبود. این پیانوه که زیرش اومد اول شروع کرد خیلی باله، بعدم بیت باهاش شروع کرد. فقط نمیدونم، احساس میکنم این آهنگش خیلی قدیمی، میکس و مسترشه، کیفیت کارش. آره حالا آره نمیدونم نمیدونم چه پایینی. از زنجیر تنم بذار بارون بباره تو بیابون قلبم، یه ذهن شلوغ توی خیابون خلبم. من یه عقرب دارم که اسمش زبونه، اگه نیش نخوردی بدون حسش نبوده. من فکرم آراحته ولی افکار تو شاد، یه دل تنگ دارم و یه شلوار گشا. دارم میرم توی راهم جلو دیوان با شعرام هم مینویسم با یه لیوان آب. پشدم و ساختم یه دونه دیوار دورم، پس هر کی که خوابه بذار بیدار کنم. ارزش قول شدم واسه جونم، وگرنه من آتلا باطل تو خیابون دورم. تو پس بدون یه غم توی دلم دل سینه و سینه سپر رو دشمن و اون تو کفنه. واقعا این تکنیک جامپو یکی از کسایی که به نحو عالی اجرا میکنه بهرام. اصلا فکر میکنم این تو رپ فارسی شروع کرد این تکنیک رو استفاده کرد. بهرام خیلی خوبه، پیشروم خیلی خوبه، ولی کلا بهرام اصلا خیلی خوبه، خفن میزنه. آتلا باتلا این چیزی گفت، آتلا باتلا خیلی خوبه واقعا. بودم تو پس بدون یه غم توی دل و دل، تو سینه و سینه سپر و دشمن و اون تو کفن. هر جایی بری اسمم هست و همه میدونن، دیگه نمیگم قصه پست و دیگه بهتره بیای با ما همراه بشی. جا که فال حافظ فال بهرام بگی، اینو بفهم هیچ نمیخواد اینو بفهم که ای وال میگم که جای فال حافظ میگم با ما همراه بشی، جای فال حافظ فال بهرام بگیر. آره خیلی بال مشکل. جا که فال حافظ فال بهرام بگی، اینو بفهم بهرام هیچ نمیخوره، اینو بفهم که چیزی منو گیج نمیکنه، اینو بفهم تو باید بری دستاتو به من که همیشه گفتم تو هم حرفاتو بزن، اینو بفهم عرفان هیچ نمیخوره، اینو بفهم که چیزی منو گیج نمیکنه، اینو بفهم تو باید بری دستاتو به من که همیشه گفتم تو هم حرفاتو بزن، اینو بفهم کل تهران همرام، اینو بفهم حرف عرفان و بهرام، اینو بفهم کل تهران همرام، داره میگه حرفای زیر و روم و دردای این و اون و سرمای زمستونم نمیتونه بکوبونه، گرمای دل اونو میسوزونه، زبونه بدون ترس واسه جونو، افکار اونو حرفای اونو بگی به گوشت و بیا همراه اونو. قبل در با سرسا زدیم در جا تو خونه، بعدم هشت سا. آقا این زمان خوبه عرفان پایدار، فکر کنم اون موقع است که رو اوج اوج رپ میکرده. خیلی خوب اینجا رپ میکنه. نمیدونم جدیدن من ازش کمتر گوش دادم، کلا یه مدتی خیلی کمکار بود، کمکاره، ولی کل فاز کاراش عوض شد، تغییر کرد. نه ولی اون موقع که اوجش بود، اون موقع که اون آلبوم خط من بود یا اسم آهنگش بود خط من، یا اسم خط من آلبومش نمیدونم مال اون زمان. آره من مثلا شنیده بودم. نه ولی آره دیگه این خیلی این سال فکر مال 2008 2009 2008 اینا باشه. آخه عرفان از یه جای به بعد اومد رپش رو یه مقدار شوره نه یه مقدار عوض کرد، شیرینش کرد. آره یه خود واقعا شیرینش کرد، یه کم
نمیدونم رفت سمت مینستریم تر و از اونجا من خودم دیگه زیاد دنبالش نکردم، ولی اینجایی که گوش میکنی چقدر خوب رپ میکرده. کاش که یه کار اینجوری خفن دوباره گرمای دل اونو میسوزونه، زبونه بدون ترس واسه جونو، افکار اونو حرفای اونو بگی به گوشت و بیا همراه اونو، قبل در با سرسا زدیم در جا تو خونه، بعدم هشت تا سر باز واسه من داده جونه، چالا قرد چند مرد حل و جزوره، قرد ست و درد و بیس پنج سال جونم، ولی وقتی رفتم هشت ست سال میمونم، حالا برج میره آره ارز میخوا فرگارم، نخواستم بشینم عمر بیگه، حالا که دارم میرسم تون تون به سی سال، دستاش خورد و خونی زده مش به دیبا، ولی نمیخوره تکونی چون قرص دیبا، پایدار و دیوار ماما فوت به اینجا افته، اینجا عمری که سپری گفته افته، اینجا چی میخوانی دری شکسته کفره، اینجا هر به دو قلم دست قفله، اینجا هر برای یه در بسته، دیگه بهتره بیای با ما یک سام بگی، جای فال حافظ فال عرفان بگی آبه فال حافظ فال عرفان بگه. بابا چقدر خوب رایمان خوشگل، چقدر تکنیکی خوب. بعد اینم این تاکید کرد به اینکه آقا اون موقع دیوار خیلی چیز لیبل خفنی بوده، پایدار هم خیلی لیبل خفنی بوده، و پایدار و دیوار با هم اون تو ترکی که بهرام و پیشران بودن، صامت و دیوار لیبل های شاخ اون موقع بودن، اونا هم تاکید کردن تو ترکشون به این داستان، اینم الان پایدار و دیوار رو گفت به این داستان تاکید تاکید کرد. آره چه دوران خفنی واقعا. در بحث دیگه بهتره بیای با ما یک سام بگی، جای فال حافظ فال عرفان بگی آ بفهم، عرفان پیچ نمیخوره بفهم، چیزی منو گیج نمیکنه بفهم، باید بدی دستاتو بدم من که همیشه گفتم تو هم حرفاتو بزن بفهم، بهرام پیچ نمیخوره بفهم، چیزی منو گیج نمیکنه بفهم، باید بدی دستاتو بدم من که همیشه گفتم تو هم حرفاتو بزن، اینو بفهم کل تهران هم تهران همرام، اینو بفهم حرف عرفان و بهرام. بله خیلی خوشگل. حالا صدای بهرام هم عجب رنگ خاصی داره، بهرام صداش هم قشنگه به نظرم، هم خیلی خوب میخونه واقعا، صداش واقعا صدا خوبی داره، خیلی آقا خوب باحال بود اصلا کلا این فیتای قدیمی خیلی میچسته بودم. آره دیگه این فیتا واقعا تو این تاریخ رپ فارس که تا به اینجا رسیده وقتی نگاه میکنه اینگاه تو این پیچ و خم راهشه دیگه. هر جا به حال یه یادگاری ثبت کردن این بچه ها، کیفیتش این حالا نیمه نسخه که ما پیدا کردیم کیفیتش همه بد بود یا کلن چون خیلی قدیمیه کیفیتش پایینه، خیلی نمیدونم شاید کیفیتش خیلی خوب نبود، ولی خب کار با حالی بودش، دوست داشتم بیته با حالی، ولی خیلی برسای خوبی گفته بودن، هم ورسای خوبی گفتم، بعد حالا بهرام که همیشه خوب جامپ خفنی زد دوباره و عرفان رو چقدر حال کردم که بعد مدت ها خوب خیلی وقتی گوش نکرده بودم، یه همچین کار قدیمی اولد اسکول فرمی ازش شنیدم، اون ترکش هم اسمش رو نمیدونم با حسین بودم خوب بود بکنم، اونم همین بود دیگه، کلا عرفان موقع من خیلی دوست دارم، خیلی واقعا رپر تکنیکیه به نظرم. حالا به هر حال امیدوارم که البته کار جدیدش هم خوبه، تفته خوش داره حتی 100%، ولی من اون موقعش خیلی به دلم میشسته، یعنی الان هم موزیک گوش میکنم از اون موقعش خیلی باش هستم، به هر حال خیلی زحمت کشیده تو داستان رپ فارسی، دمش هم گرم، نه همه بچه قدیم کلی زحمت کشیدن دیگه، دمشون گرم بشه. آقا اینم یکی دیگه از پیشنهادهای شما بود، تقدیم میکنیم بهتون، بازم اگر که فیتا اینجوری خفن که تو رپ فارسی فکر میکنید تاثیرگذار بوده، آره، خاطر داشتین حال کردین اینا، کامنت کنیم ما هم ببینیم چیه، شاید ما هم همچنان گوش نداده باشیم، با هم یه ویدیو بریم حال کنیم با هم. مرسی تا آخر ویدیو با ما بودید، اگر که تازه با ما آشنا شدید یا سابسکرایب نکردی، اگه حال میکنی سابسکرایب کنی، این بغل میتونی این کار انجام بدی، زنگوله رو بزن که نوتیفیکیشن برات فعال بشه، از ویدیو جدید ما زودتر با خبر بشی. هشتگ مدبس من و آنایتا این در کلی فضای مجازی با سرچ کردن هشتگ مدبس من و آنایتا رو به راحتی میتونی پیدا کنی. جدیدا نمیدونم چرا هشتگ مدبسی که سرچ میکنی یه هتل پت هم هستش که سگ نگهداری میکنه، چه اشکالی هم البته نداره، خب اونم کارش دیگه، نمیدونم ایتالیا کجا، ولی غیر از اون دیگه کلش ما. آدرس سوشال میدیامون هم این زیر هست، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر، یه سر اونجا بزنید،
اگر حال کردین اونجا هم ما رو دنبال کنید. امیدوارم از هر جای دنیا ویدیو میدید پر از آرامش و سلامتی باشه براتون، کل آدم هشتی دورتون رو پر کرده باشه، شب و روز لاکچری داشته باشین. خدا نگهدار.